با این مختصری که خدمتون گفتم راجع به پیشینه انسان و غذای انسان، میبینی که انسان خب پس همه چیزا توی رژیم غذاییش بوده، شاید دانه ها و به هر حال اون چیزایی که در طبیعت رشد میکرده در ابتدا، و بعد شکار حیوانات و بعد گله‌داری و گوشت گاو و گوسفند و بزغال و به هر حال پرندگان، و بعد همینجور اومد به کشاورزی که دیگه اون موقع یه مقدار شکل و ارگانایزیشن خیلی بیشتری گرفت تا میرسیم به امروز. حالا در این دوران کشاورزی که خیلی مهمه که از 10,000 سال پیش 12,000 سال پیش خیلی شکل خوبی گرفت و غیره، چرا من اهمیت خیلی زیادی به این کشاورزی و کلمه کشاورزی و غیره میدم؟ به خاطر اینکه امروزه مهمترین عامل سلامتی انسان طریقه کشاورزی هستش، و یا به عبارتی مهمترین عامل سلامتی انسان که رابطه مستقیم با تغذیه انسان داره خاک زمین، و یا به عبارتی اون قشر سطحی خاک زمین که بهش میگن تاپ سویل، که این خواص و موادی که در این تاپ سویل و یا خاک زمین، قشر سطحی خاک زمین وجود داره که تمام این گیاهان از اونجا تغذیه میکنن، و نهایتا ما چه اشخاصی که فقط گیاه میخوریم و چه فقط میوه میخوریم و چه گوشت حیوانات رو میخوریم و هرچی، نهایتا همه اینها از اون خاک زمینه. یعنی اگر ما حتی مثلا بگیم خب من که میگم گوسفند میخورم پس چه ربطی داره، اون گوسفندم به هر حال بعد اون مواد غذاییش از اون خاک زمین میاد. هر چیزی که به هر حال یک رابطه ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با تغذیه ما داره از خاک زمین و یا قشر سطحی خاک زمین میاد. وقتی که انسان شروع کرد به کشاورزی یه چیزی حدود مثلا همش که عرض کردم 12,000-13,000 سال پیش، خب این بر اثر مرور زمان علاوه بر دانش خرد هم خیلی استفاده میشد، و انسان خردمند که داشت خیلی بیشتر خردمندتر و دانشمندتر هم میشد، یاد گرفت که احترام بذاره به قوانین طبیعت، برای که طبیعت یه قوانین خودشو داره، و اگر ما بخوایم به این قوانین رو نادیده بگیریم و غیره، نهایتا دودش توی چشم خودمون میره. و همیشه ما اگر انسان بخواد طبیعت رو و قوانین طبیعت رو بشکنه، همیشه من گفتم نهایتا خودش رو میشکنه، یعنی خودش رو از بین میبره فقط، و دودش آخر توی چشم خودمون میره. هر بلایی که ما داریم توی کره زمین میاریم، هر بلایی که توی خاک زمین میاریم، هر بلایی که توی آبایی که توی دریا هست، و این تمام این محصولات پویزن و رادیواکتیو و محصولات شیمیایی و غیره رو که تو آب و خاک و هوای ما مرتب داریم وارد میکنیم، که حتما راجع به این مسئله جزء قسمت پاکسازی و یا مسمومیت‌های محیطی صحبت خواهیم کرد، همه اینها نهایتا میره توی چشم خودمون، به خاطر دودش میره توی چشم خودمون، به خاطر اینکه ما اینو یه کره زمین، و وقتی که نمیتونیم و یا به خاطر موارد مختلف یا نادانی یا طمع و یا اینکه دوراندیشی نکنیم و غیره، میگیریم یه کارایی میکنیم توی این کره زمین، چه در آب و خاک و هواش، که نهایتا میبینیم که اگر همینجور ادامه پیدا بکنه انسان نسلش منقرض میشه، اگر همینجور ادامه پیدا بکنه و همینجور پیش بره، به خاطر اینکه زمین به هر حال به یه مرحله میرسه که برای انسان قابل زندگی نخواهد بود، ولی زمین کاری که میکنه خودش یه تکون کوچولو میده و دوباره از نو شروع میکنه، و منتها این انسان ها هستن که باید توجه بکنن، ما انسان هاییم که باید توجه بکنیم که ببینیم واقعا چه بلایی داره سر خودمون میاد، یا چه بلایی سر خودمون داریم میاریم. حالا پس انسان در زمانی که کشاورزی میکرد یاد گرفته بود که مثلا فرض کنین که این خاک زمینی که داره استفاده میکنه هر چند وقت یک بار یه استراحتی بهش بده. خب هر چیزی احتیاج به استراحت داره، و وقتی که ما این از این قشر خاک زمین هی بهره برداری بکنیم و هی استفاده کنیم، کم کم تحلیل میره، و انسان هایی که و یا قبائلی و یا اقوامی که این مسئله رو رعایت نمی کردن نسلشون منقرض شد. خیلی از نسل ها و خیلی از به هر حال اقوامی که نسلشون منقرض شد، یکیش به خاطر این بود که قوانین طبیعت رو رعایت نمی کردن، ولی کسانی که با انسان، اون اقوامی که با خردمندی و دانش زیاد
اینو یاد گرفته بودن که چگونه از این خاک زمین استفاده کنن، همینجور مرتب نسلشون بهتر و قویتر و سالمتر میشد و رشد و تکامل خیلی بیشتری هم میکرد.